حداقل و متوسط دستمزد توی ترکیه چقدره؟ اگه بخوام به دلار تبدیلش بکنم چقدر میشه؟ اصلا با این پولا میشه توی ترکیه زندگی کرد یا نه؟ یا اصلا ما خارجی ها این پولا رو میگیریم یا نه؟ سلام، من کامران هستم و مرسی که تو این ویدیو هم همراه من هستید. یکی از کارهایی که قبل از مهاجرت هر خانواده ای انجام میده برآورد میزان دخل و خرجشه، اینکه چقدر در ماه تو اون کشور مقصد خرج میکنه و چقدر میتونه درآمد داشته باشه و ببینه که این دوتا دخل و خرج با هم تناسب دارن، وضعیتش از حال حاضر و توی کشور ایران بهتر میشه یا نه. در مورد هزینه زندگی توی ترکیه خیلی ما ویدیو داشتیم که جدیدترینش که من 3-4 ماه پیشر من اینجا میذارم که میتونین بریم ببینین. قیمت از اون موقع آنچنان تغییری نکرده، میتونین یه برآورد هزینه یا خرج ماهیونتون رو از این ویدیو به دست بیارید. ولی در مورد حقوق چی؟ در مورد دخل هر ماهه خانوار چی؟ یه مقاله دیروز داشتم میخوندم تو سایت خبری هابرتورک که متوسط دریافتی یه نفر آدم رو از سال 2014 تا سال 2022 با هم مقایسه کرده بود و به دلار تبدیلش هم کرده بود، توی جدول آورده بود که من جدولش رو الان میذارم میتونیم ببینین جدولش رو. البته اینم بگم که این مبلغی که برای سال 2022 در نظر گرفته شده برای اول سال 2022، همونطور که شاید احتمالاً بدونین اول سال 2022 حقوق پایه کارگری به 5000 لیر افزایش پیدا کرد که این سایت مبلغ متوسط دریافتی یه نفر آدم رو زده 8200 لیر ابتدای سال 2022 بر اساس اون پایه حقوق 5000 لیری. اول تموز، یعنی حدوداً 1.5 ماه پیش، این مبلغ به 6400 لیر افزایش پیدا کرد که اگه بخوایم حدوداً با همون ضریبی که اون 5000 لیر رو به 8200 لیر تبدیل کرده، یعنی حدوداً 1.65 این رو هم ضریب بزنیم، به یه چیزی حدود 10500 لیر میرسیم. و اگه این 10500 لیر رو بخوایم به دلار تبدیل بکنیم میشه حدوداً 580 دلار در ماه. یعنی 580 دلار در ماه متوسط دریافتی یک نفر کارمند ترک در ترکیه است. خب اگر تا اینجا رو دیدین و هنوز ما رو سابسکرایب نکردین، لطفا این کار رو انجام بدین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. بریم ادامه ویدیو. حالا دو تا سوال اینجا پیش میاد. اولیش این که اصلا این 10500 لیر برای زندگی یک خانواده توی ترکیه کافی هست یا نه؟ در جوابش باید بگم که اگه اجاره خونه نداشته باشه که خودش یه هزینه زیادیه، حدود حداقل 5000 لیر در ماه حداقل اجاره خونه دارین، اگر اون اجاره خونه رو نداشته باشین برای زندگی 3 تا حد اکثر 4 نفری، خانواده 3-4 نفری توی ترکیه، این مبلغ در حال حاضر کافیه. نمیگم ایدئاله ولی کافیه. و اینم بگم که سبک زندگی ها با هم متفاوته. یکی میگه که من با 10000 لیر حتی اجاره خونم هم میدم و مشکلی هم ندارم. یکی میگه که 10000 لیر چیه، من ماهی 30000 لیر خرج ماهیونمه. اگر اون ویدیویی که اول ویدیو گذاشتم دوباره اینجا میذارم رو ببینین، میتونین خودتون یه برآوردی داشته باشین که خرج ماهیونتون چقدر در ترکیه. سوال دوم و سوال مهمتر این که اصلا خارجی ها این حقوقا و این درآمدا رو دارن یا نه. در جوابش باید بگم که اگر به عنوان یه خارجی توی ترکیه مشغول به کار سیاه و کار غیرقانونی بشین که در موردش و عواقبش توی این ویدیو کامل توضیح دادم، اگه ندیدین بریم ببینین، حد اکثر حقوقی که بهتون خواهند داد همون پای حقوق کارگری یا همون 6400 لیره که در بیشتر مواقع هم حتی کمتر. ولی اگر بتونین توی ترکیه اجازه کار بگیرین و به صورت قانونی به عنوان خارجی مشغول به کار بشین، توی بیشتر مواقع حقوقتون از یه ترکی که توی پوزیشن مشابهتون داره کار میکنه حتی بیشتره. توی این ویدیویی که اینجا میذارم سما در مورد حقوق خارجی ها توی شغلهای مختلف توی ترکیه صحبت کرده. اینم بگم که این ویدیو من سال 2021ه ولی ضریب ها همونه. ضریبی از پای حقوق کارگریه که برای سال 2022 این پای حقوق کارگری رو شما باید 6400 لیر در نظر بگیرید. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. اگر ما رو هنوز سابسکرایب نکردین لطفا این کار رو انجام بدین، با لایک و کامنتتون به من انرژی بدین و تا ویدیو آینده خدا نگهدار.